چیزی به دیگه بخورم دلش برای دعا کنم یا جانش خود کوکه وجودش برای دعا کنم چون حیدری سبه دیدم امیر ذکر خیرش کردیم اول شروع میکنیم بنام خداوند تعالی بخاطر از اینکه از کرونی از کرکو شما من یاد کنین ما شما را یاد میکنم که یاد او همه از همه یادا بهتر است و نیکوتر نام من رفته است روزی بر لب جانان و سهر اما تو اشارتاً رفتم نام من رفته است روزی بر لب جانان و سهر اهل دل را بوی جان می آید از نام من بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم و فرمودی خواجه الله انصار که گفت که ای که با یاد تو همه غمها سرور در سرور است و همه خوشیها غرور در غرور است او را یاد میکنیم و یادی از رسول رو میکنیم یادی از اون میکنیم که هستی و نیستی ما بعد از توست ما اینجا هستیم چند روزی هستیم با اونجا میپیوندیم انا لله و انا الیه راجعون هستیم هر که او را دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش از بایزید بسطامی پرسیدم که بدترین چیست گفت غفلت با تأسف اکثرا در غفلت هستیم یاد او را ذکر او را فراموش منظور وقتی که یاد او میگیم یاد او نیست که ما الله الله میگیم نه یک بیچاره را که دیدیم دستش گرفتیم ذکر حق است در راه که درایو میکنیم یک کسی را راه دادیم ذکر حق است از این شروع میشه دیگه یادی از رسولش میکنیم که یک فارسی موی که دری فارسی میگفت چی میگفت با زبان عربی چنان یک توصیف و یک نعتی گفته که ما دوستای عربی من که میگم اونا فوری در تلفن خود میرن و ایره پیدا میکنن کی کیست؟ و او گفته که بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله سلامی خدمت شما عرض کنیم و شما نازنینان شما دوستداران حق که در این زمان و در این مکان و در این وقت شما های میدان و تای میدان بیایید به محفل مرزا عبدالقادر بیدل شخص که میگفت که هرچی از جنس نقش پا پیداست بیدل خاکسار آماند در این محفل خاکساری بیدل حضور میابین این نعمت بزرگ است این طلب بزرگ است کسی که طالب است به مطلوب میرسه خود بید طالب در معنی رسیدن مطلب است مطل گشته است در عالم که جوینده است یا بنده یا حدیث پیامبر است میگه که چون که کوبیدن عاقبت زاندر برون آید سری و با شما به مطلب رسیده هستیم یعنی خودش مطلب است و خوش به حال شما در جستجوی اتو مطالب محافل و مطالب هستیم ما سلام خدا خدمت شما عرض می کنم حتی سلام خدا برای شما برزی که بلای صالح هستید السلام علینا و علی عباد الله صالحین او سلام که برسه آدم
از تمام سلام ها بی نیاز میشم، به خاطر از اینکه میگه ز سلام پادشاهان به خدا منو میگردد، چون کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. بیشتر آقای زکا گفت که در افغانستان بسیار معذرت میخواییم، ما اینجا آمدی که اختلاط کنیم. راجع به بیتر صحبت شد، سامانش گفت کجا بود، چی کرد، چطور کرد، اینا را همه گفتند. حریفان باده ها خوردند و رفتند، تهی خانه ها کردند و رفتند. دوشان سبیوی افزد کلیدی داد از اصطلاحات مرزا القادر بیدل که ما میتونیم با کلید در بسته سخنهای بیدل باز کنیم. اما زکی صاحب گفتند که در امروز شرایط خراب است و زدن است و قید بند است و مردم نمیرند، علت آدم جسجو کنم. ما همیش اولادان ما گفتیم بچیم نماز میخوانیم، میگه بلی. تو پرسان کنیم چرا نماز میخوانیم؟ تو نخوان، پرسان کنیم علت چیز که میخوانیم، چی بدل میخوانم. دیگه آدم پرسان کنه که شرایط چرا این گونه است. علتش فقط یک گپ است و اون است که حضور خداوند تعالی رفت از اینجا. حضور خداوند تعالی چیست؟ خداوند تعالی دیگه چیز معناست، مثل که شیطان حضورش چیست؟ معناست. شیطان حضورش خودخواهی است، تکبر است، تعصب است، بدبینی است، غیبت است. اینی حضور شیطان است. هر وقت اینجور آمد بفهم این که در اون محفل، در اون جایگاه حضور شیطان است. هر جایی که مهر و محبت و دوستی و احترام و اینا وجود داشت، اینا صفت های الله است. حضور خدا تعالی اونجا است. ما نمیتونیم در آسمان زمین خدا را پیدا کنیم. خداوند گفته که این اقرب ما از گردن شما نزدیک است، منده خودت هست. مولانا میگه که ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. حضور خداوند تعالی از متاسفانه رفت از بین. حضوری چی آمده؟ حضور نان آمده، زندگی مادی آمده، هر کس عجیب است. هرس قاده نیست بیدل، ورنه اسباب معاش آنچه ما در کار داریم اکثرا در کار نیست. برید کارهای تانسه ای کنیم، بوتا و همه چیز داریم. کدامش اکسیر را پوشیدیم؟ چقدر وقت زایی که این حیفی وقت مبارک که زر است بالای بزرانی. وقت بسیار مهم است. یکی از خلیفه‌های بغداد خواب بود، در خواب دید که اسرائیل بالای سرش سال است. گفت کی هستی؟ گفت اسرائیل هستی. گفت خیرت است؟ او وقت تمام است. ازا جا عجل و لا یستخرون فی ساعت. عجل آمده مست است. گفت ما با نواسا با مردم صحبت نکردیم، من وقت بده. گفت نه تمام است، وقت آمده. گفت من 1000 دینار نقره از خود دارم، میتونم خیرات میکنم، مرا 1 روز وقت بده. گفت امکان نداره. گفت نیم روز وقت نگفت، نگفت 1 سال، گفت نیم، یعنی 1 سال گفت از خواب بیدار شد. ما 1 ساعت به 1000 درهم دینار نقره می خریدم. ما هر روز صبح کس می خیزیم 1 روز به کمال 24 ساعت رایگان برای ما می ده. یه چه رقم مصرف می کنیم؟ اگر با تکبر و غرور و با پیشانی ترش و با نشکری آغاز کنیم تباه هستیم. از اون صبح که میخیزی خدا را شکر کنی که امروز را من دادی، همین تن من که در معرض باد است و در معذر زوال است، این وسیله خیر بساز. من از این لحظه خیرش رو میفرم. اگر زن هستی بگو شوهر عزیزم السلام علیکم، امروز روزت خوش باد، من چه خدمت کنم برات. اگر مرد هستی خانم عزیز، من امروز چه خدمت کنم. آغاز میشه این زیجن. یکی از نویسنده‌های انگلیسی بسیار شاد بود و
مردم میپرسن که تو همین شاد هستی علت چیست؟ گفت من که این روزنامه رو میخوانم ابو صفحه وفیات سعی میکنم نام مکنه میباشه شاد هست ما. یعنی پیامی گپیست کمی چشمت میبینه گوشت میشنوه خدا را شکر و خدمت کنه. یعنی من امیر خدمت شما عرض میکنم که شما امیر تجربه کنیم به خود نرسید قطعه با مردم برسید ببینیم که به خود رسید این وقت برای اینکه وقتی که آدم به کس را کمک میکنه شادی میکنه او شادی تو نیست که از اون طرف دور میزنم یعنی شادی از تو میبرایه خوشی از تو اول میبرایه به دیگه دست میرسه. ما آدرس را گم کنیم. آدرس چیز ای گفایی که مثلا از قرآن و حدیث یا کسی گفت میزنم مردم یکی گفایی کنا میخواستن برای اینکه درست گفتن شده برای من. ما روز پیش یک استادی بودیم رفیق ما سوال کرد که استاد چرا در سوره فاتحه دوبار دو بار آمده که رحمان و رحیم به یک سوره که هفت آیت است علت چیست؟ گوش من جرقه پیدا کرد که من در عمر خود همی سوال نکنیم و نمی فهمو میگم من نمی فهمیم و شاید شما بفهمیم. استاد گفت که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دو بار آمد. استاد گفت که رحمان الرحیمی که در اول آمده بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر الوهیت حق تعالی آمده و در رب العالمین که آمده الرحمن الرحیم به خاطر ربوبیتش آمده. من نمیام باز گفت اگر نفهمیدی که به مثال برد روشن بسازم. گفتی استاد بفرما. گفت یک استاد است و صرف درس میده. وقتی که درس میده همه شاگردان را امو درس میده. برای اینکه در اینجا که رحمانیتش استاد است. وقتی که هر شاگرد به اندازه ظرفیت خود میگیره او رحیمیتش است. و وقتی که استاد با فامیل خود بسیار آدم شریف است با زن و خانواده خود با همسایه خود وقتی که به سن فامیل شریف است ای هم در بیرون شریف است هم در درون خداوند تعالی هم با الوهیت خود رحمان رحیم است و هم با ربوبیت خود. من سخره خودم میگفتم سخن دراز نشه که آدم خسته نشه با معذرت. ما امروز یک قصه میکردم با آقای زکی امور اجازه بدیم که یک لبخند بزنیم و از این گپای جدی برای با ایشان شده بودم اما یک ذره گپ زنم گفتم که من زیاد گپ نزنم بهتر است که ما باید یک نفر داشته باشیم که تارکش کنم. این قصه تارکش کردن این گونه است که یکی از پادشاه ها وفات کرد در قدیم رواج بود که باز رو بیپرانگند باز بالای یک کس که میشیشت پادشاه ها باید این مسائل غوت ایده با نبود یک باز پراندند رفت بالای سر یک دیقان شیشت مردم بابا این دیقان هست نه نمیشه باز پراندند باز آمد بالای سر دیقان شیشت دفعه سیرون پراندند بالای دیقان شد گفتیر خدا دارد چاره نیستی که قبول میکنیم کارهایش تبدیل کردن و آب ریختن به سر روش و شسته و رفته آوردن شده تخت پادشاهی شاندن. وزیر آگاه و مدبر داشت گفت که درست است که فردا تمام نمایندگان همسایه ها و ملت ها میاد اینجا شما صحبت باید بکنید شما یک دو سه کلمه گپ زنید تا جایی که درست گفتین درست که نبود من در پای خودت یک تار بسته میکنم و یک پایش را به شست خود دسته میگنم هرگاه که سخن تو نادرست بود ما تا را کش میکنم تو آرام باش من ترمیم میکنم سخن گفت درست. وقتی که مردم دو جمع شد خیال دیخان بود بیچارا مراوری چیز نمیفهمید وقتی که ششتن گفت که شما گاو دارین و بله ما حیوانات داریم با معذرت گفت گوای شما تپی میکنن ایره که گفت تا را کش کرد
وزیر شروع کرد گفت که پادشاه مدبر است، اساس یک جامعه روی زراعت سوار است، زراعت نماشه. گفت و گفت و گفت، پادشاه گفت که اگر تارکش نمی کرد من بسیار گپای خوبا می داشتم. آره خدا کنه کسی باشه که تارش ما کش کنی، نر وقتی که گپ ما زیاد شد من زیاد صحبت نمی کنم. برای من کار خانگی داده بودم که شما راجع به پایه های تصوف مرزا عبدالقادر بیدل صحبت کنید. من این صحبت که گپ شدید من شانه می رسید که من چی کار باشم این صحبت. مثل که یاد واصف سعی باختری به خیر من رو گفتم استاد آلم نیکا آمدی افغانستان هم نرفتی، میری پایان یک سگرید میکشی بالا میشینی ای ادامه داره. نمیشه استاد که روزی یک غزل، هفته یک غزل، هر ماه یک غزل را تفسیر کن، معنی کن که به درد مردم بخوره. و هیچ کس هم این کار نکردم، هیچ کس. استاد گفت که این سوالت را من از علامه سلجوقی کردم. و علامه سلجوقی گفت وقتی که گپ میزنی باختری شانهای من میلرزه، کار ما نیست. چرا این کار نیست؟ بسیار روشان سر گفتن که آشینا این کار کرده و این ترجمه بیگار کرده به خاطر از اینکه کتاب های مقدس مثل کتاب های دیگر نیست، از جنس کتاب ها نیست. مثلا جغرافیا و تاریخ و اقتصاد رو بگیری میخوانی میفهمی صحبت ها کده میتونه، اما قرآن و تورات و انجیل و مثنوی معنوی مولانا و بیدل سعدی نظامی اینا از جنس کتاب ها نیست، او از جنس کتاب های دیگه است. او کتاب هایی است که هدل متقین است، هر کس هدایت نمی کنه، متقی نمی کنه. یک کسی خواهد گفت چرا خیلی هدل ظالمین نیست، این نیست، هدل متقین است. مثل سرایی میگه عروسی حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دار ملک ایمان را مجرد بیند از آقا. وقتی که به این کتاب با اخلاص پیشه یا آجت و کلی و قلف و دروازه نیست با اخلاص پیش بیره برای معنی میشه. میگه ای بنده بیا به من راه لکن، گر کام دلت ندادم پس گل. یک عرض دیگه پس به این بالای بیدل شما متوجه باشید تا مرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه اولین بار در افغانستان شناخته شد. او ملتش این بود که تیمورشاه والی لاهور بود و پدر خود آماچا و با نایشت اون پاچاهات پاچاهای آلواره نبینه هنرها داشتن. رحمان بابا امچا بابا شاعر بود، تیمورشاه کلیات داره، شاه شجاعی که پیش ما و نماز و شعر داره، مرغی سحر تو گم شوی یار به این بهانه رفت، این شعر شاه شجاع است. یا امچا بابا که شیرینا مرچ تیری جیدری قدری دایاران لکه گلوند بهار دی چه خزان را بانی راشی تری قدری. این ببین که ذکر خیلی از ما آن رهبرای ما گپ زدن را یاد نمیاد. کواسی یک نفر، نواسی یک نفر میگه، نواسی یک نفر، برادر یک نفر میگه. تیمورشاه در لاهور والی بود، برای پدر خود آمچا ناشته کرد. آمچا بابا که در اینجا یک کتابی به دست آمده از مرزا عبدالقادر بیدل شعر فوق‌العاده داره و گرفت او شعر ناشته کرد. اولین غزل بیدل که چند لحظه بعد خدمت شما میخوانم برای پدر خود ناشته کرد و گفت یک نفر شاعر زندان است به نام واقف لاهوری. این خط برش رسید، فوری آمد شما ناشته کرد که ام واقف بیار ام کتاب را اونگو برم. هر دو کار کرد. این که آمد در قندهار آمد کتاب بیدل، حضور کتاب بیدل در قندهار رسید. امی مهربل خان مشرقی کاکای محمود طرزی این کتاب خواند و
و اونجا شروع کرد، خانقا از اونجا شروع شد. اول میدی شناسی اول از قندهار افغانستان شروع با تاجیکستان و ازبکستان و مناطق دیگه رفت. 3-4 سال پیش به ایران میاد، فکر میکنم 5 سال پیش به ایران را مهاجرت کرد. تو آقای روشان سر گفتن شفیع کدگنی کتاب شاعر آینه ها رو نوشته کرد. اگر چه هم نفهمید باز شعرا رو گفته این معنی نداره، اما به نام حسن حسینی یک که بیدل و یک شاعر که نامش یاد من رفت بیدل و سهراب سپیری در اون ناشته کرد. نیه آقای کدگنی آلی یاد زندان هست ناشته کرد که نیه اینا کلا معنی داره. اگه تو نفهمیدی فرق نمی کنه ولی معنی داره. دیگه اولین بار در افغانستان آمد بیدل، از اون خاطر خورد کلان با سواد و بی سواد شیر بیدل دوست داره. علت شامیست که مثلا شما 3 بدن می خورید، وقتی به دستان می رسه عطرش دماغ شما را معطر می کنه. از ویتامیناش هیچ خبر نداریم. شیر بیدل مثل یک گل واریست که رسید جان معطر می کنم. چه رسه که تو باز او را بفاهمی و بدانی؟ گرچه گفت از فرق تا قدم افسون حیرتی بیدل، کسی چه شهر کند معنی نکوی تو را یا مگوی تو را. تصوف سیریست، تصوف عرفان، تصوف سیریست یا مهاجرتیست الا الله، از من به سوی الله، یا از طرف من محدود به سوی الله لا محدود. و مثل نردبانیست که پله پله تا آسمان حقیقت میرسد، که در هر پله سالک یا رهرو خدا، شخصیت خدا و دنیای ما حول خدا روشنتر آهسته است میبینم. که بسیار مهم است که آدم همیشه این را پرسد من کی هستم، از کجا آمدم، کجا میرم. این سوال بسیار مهم است، باید هر کس از خود کنه که من اینجا هستم برازید از کجاست، ما از پاکستان آمدیم، افغانستان بیام، از کجا آمدیم. این سیر سالب میکنم از محدود به سوی نامحدود. آغاز انسان منیت بسیار پدرنگ است. تارکش منیت بسیار پدرنگ است. آیسته آیسته که وقتی به این سیر میره منیتش کاهش میاده، ارتقا میکنه، بالا میره، هر پله دیدگاهش فرا میکنه، خود خوبتر میشناسه، تعصباتش، منیتش، خودخواهیش آیسته آیسته کم میشه، احساس شادی میکنم، بالا میرم و دیدش فرق میکنم. من میرم به طور مثال میگم، بازم شیر رو میخوانم برای اینکه برای من 10 دقیقه وقت دارم، خاطر تارا میشم و شکم هم میرم زند. و او مثلا یک جای بیده سم میگه که چه تاثیر است یارب برقی دبیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو می آید صداقی من. این چه تاثیر است؟ این دمی پتی این زینه هست. اما صوفیزه بشکلی چی میگه؟ خدایا آشنا گردان به من آن دردمندی را، که از گلهای داغی سینهش بوی تو می آید. پله ها فرق می کنن. من مختار نمیگرم یک شیر از امو که معظم خان مرزا قادر بیدل دعوت کرد به میوات. باز وقتی که صبح روشن و زیبا و آفتابی و دلنگیز بود، مرزا قادر بیدل رحمت الله علیه که حضورش با پاک باد و گفته صوفی صاحب اشعری گفت که وصف کدام چشم در این بزم گفتن کین خانه رنگ کین خانه بوی نرگس شهلا گرفته است. یاد بیدل شده است.
همونطوری که در صبح مرزام قادر آمده بود کائنات دید، پایی خلاصه یک کلام نیگم پایی تصوف بیده. او میگه که عاشقان را شد مدرس روی دوست، دفتر و درس و سبقشان حسن دوست. تمام صوفی حیدری سی بر من قصه کرد، گفت که صوفی سی بهش خیلی را پرسان کردم که چطور تمام تجارات پدر را بیافت تاجر را بیافت رها کردی و در بیشی گیری؟ گفت یک روز از این کوچه تیر میشدم در کابل امرای مامایم، گفت او پیش بود ما پیش سر یک دروازه باشد چرنگ می کرد دروازه افتاد یک چیره را هیدم دیدم ششتم پایم سستی کرد. مامایم آمد گفت که چی میکنی؟ غلام نبی گفتم مانده شده و چرا که مانده شد تا قدیم نرفتی؟ گفت از اون موجه دیگر و دنیای من دیگر رقم شد. صبح کشوری میواند یا سمین بهار استی بوی ناز می آید، بوی ناز می آید جلوگاه یار هستیم. ای از بویا نیست، ای بوی درونی است. یک روز بایزید بسطامی صاحب در خرقان میرفت، هم در آنجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد. بوی کشید شاگردا پسرش رو من دیدم که هیچ گلی نیست زمستان از سرد، گفتم که میکشی بویو بظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. گفت زین سو بوی یاری میرسد، کندرینده شهریاری میرسد. همون بود که شیخ حسن خرقانی در ای قریه دوزا به وجود آمد. همون کسی که آره ما میگیم دموکراسی ما را ملامت میکنن که شما میزنید میکشین اصطلاحات عجیب غریب. در اونجا در سر خانقای خود ناشته کرد که هر کسی که به خانقای شیخ حسن خرقانی می آید آبش دهید، نانش دهید، از دین و آیینش مپرسید. هر که در خانقا، هر که نزد حق به جان ارزد به خانقای ما به نان ارزد. اینه ما باروار این فرهنگ هستیم، اینا ناق دموکراسی نیست، اینه دموکراسی. از دین و آیینش مپرسید، او که پیش خدا تعالی به جان ارزد ما کی هستیم به نام میارزم. مرزا عبدالقادر بیدر عزیزترین و نزدیکترین شاگردش خوشگو بود، هندو بود. او میگفت که من هزار بار بیدره می رفتم طرف بازار، می رفتم بیدر زیارت می کنم، پس می آمدم باز بیدر می دیدم. بوی گفتیم هر وقت خلاش نمره بگو من تاب می شیم امری در حقیم پرشن بو گفتیم ای بوا عجیب است، خدا شاهد است که ما بسیار استعدادهای عجیب خرید داریم، به خوردن و خفتن مصروف هستیم. به معراج ما میگیم این سنت پیغمبر است، ریش باید این سنت پیغمبر است، نه این سنت پیغمبر است که به معراج برود، او هم سنت است. به معراج برایید که از اهل رسولید، رخ ما ببوسید چو از آل، رخ ما ببوسید چو بر بام بلندید. برین وقت دارین از این لحظه شروع کنیم و معراج بریم. معراج افتادن چیزی نیست که زینمانین، فقط صفایی کنیم با هر کس، یک سلام با صفا بدیم، یک خدمت با صفا کنیم و معراج میرسیم، دیده دیگه میبینم. یعقوب علیه السلام شیج یوسف که وقتی بردن چشمایش کشت نمیفهمید. دیگر روز گفت که من بوی یعقوب میشنوم از مصر، مردم گفتن یه چی دیوانی هستن. یوسف اونجا در چه انداخت نمیفهمید که چه شد، آره بوی یعقوب از مصر
استشمام میکنم. یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای روشن ضمیر پیر خردمند، به مسترش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنانش ندیدی؟ یعقوب علیه السلام جواب داد، بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی تا پشت پای خود نبینیم، گهی بر عالمی بالا نشینیم. پیر عارف قبض و بست میگه، وقتی که عارف در حالت بست است مستی میکنه، میرخص مولانا ماری، اما وقتی که قبض میشه میگه نورام هست. خدا من ترا حتی می کنیم همه این گوشما را بست نصیب کنن، توفیق نصیب کنن که اعمال نیک، رفتار نیک، گفتار نیک و پندار نیک پیدا کنیم، به ما توفیق نیکویی، زیبایی و دانایی نصیب کنن. این سه چی بسیار مهم است، نیکویی، دانایی، زیبایی. زیبایی بهترین چیز است، دانایی بهترین چیز است و نیکویی. ما را نفس میکشیم، نان میخوریم، انرژی میگیریم، اما را مصرف نیکویی کنیم. السلام علیکم. هر جایی که ما باید بریم حضور ما سلام باشه، که میدونیم هیچ حاجتی نیست که سلام به پیشانی ما سلام داشته باشه. وجود ما باعث شادی محفل شد، وجود ما شادی شد. اتونا شد که ما در محفل بشیریم بگویم کی آمد برای باید، یا که برای بگن خدا را شکر که رفت. نی خدا تعالی دکتر اکرم عثمان را رحمت کنه که از بین ما شما رفت، و آقای فیضی را که چند وقت پیش وفات کرد اون غریق رحمت کنه، و گذشتهای ما را غریق رحمت کنه. و ختم میکنیم این غزل باشه، باز یک وقت دیگه ختم میکنیم با مدعای مثال قادر بینیم که دعا کرد که پیری خوی نمیگه. بس یک کسی گفت که خدا تعالی مرا دو نعمت بسیار بزرگ داده. اون رفیقش گفت چی نعمت بزرگ داده؟ گفت یکی حافظی بسیار خوب داده. گفت بسیار عالیست، دیگه چی داده؟ چون زد زد گفت یادم رفته. خداوندا با آن نور نظر در دیده جا بنیا، به قدر انتظاری ما جمالی مدعا بنما، ولا تحملنا ما لا قد طاقت لنا به، به قدر انتظاری ما جمالی مدعا بنما، نرنگی از طرف داریم و نی از خرمی بوی چمن گم کرده ایم، آینه ای ما را بما بنما. السلام علیکم. بسیار گفت می‌زدیم تارا کشکم.